از قدیمی ترین فیلم برداره جهان بگیر تا همین الان شما تو دوربیناتون با مفهومی به نام فریم ریت یا FPS سر و کار دارید. سلام، خوش اومدین به موویلا. من حسین وکیلی هستم و امروز میخوایم توی اولین قسمت مبانی دوربین یا کامرا بیسیکس درباره نرخ فریم یا فریم ریت با هم صحبت کنیم. اما یادتون باشه که کرونا رو جدی بگیرید و حتما ماسک بزنید. من ماسکمو در میارم چون کسی خیلی دور و برم نیست. قبل از شروع بحثمون حتما یادتون باشه که موویلا رو هر جا دیدید فالو کنید، حمایت کنید، سابسکرایب کنید و دمتون گرم. اما اول از همه وقتی میخواید با دوربین کار کنید یادتون باشه که روی حالت M یا همون حالت دستی بذارید. توی دوربینای موبایل هم میتونید حالت پرو یا حالت پیشرفته رو فعال کنید که بتونید تنظیمات دستگاه رو دوربین رو اونجوری که میخواید بکنید. اگر تنظیمات دوربین رو حالت M نذارید، میاد بخشای از تنظیمات خودش دستکاری میکنه و اتوماتیک تغییر میده، میاد نور رو بالا پایین میکنه یا مثلا وایت بالانس و رنگ تصویر رو عوض میکنه. اما اگه بذارید رو حالت M یا پرو، دیگه همه چی دست خودته و دوربین نور رو بالا پایین نمیکنه و چیزی به هم نمیریزه. اما فریم ریت یا نرخ فریم یا FPS فریم پر سکند یعنی چی؟ یعنی تعداد فریم یا عکسی که شما توی اون فیلمتون توی هر ثانیهش دارید میبینید. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه فریم پر سکند هم یا FPS هم 30 باشه، من تو هر یک ثانیه از فیلمم دارم 30 تا عکس میبینم که برای من این عکس ها تداعی کننده فیلم باشه و من اونا رو دیگه عکس نبینم، پشت سر هم چون تون رد میشن فیلم ببینم. هر چی فریم ریت شما بالا پایین تر باشه تاثیراتی میذاره. مثلا توی سینما 24 فریم بر ثانیه بودن فیلم یک اصله. توی فیلمایی که شما میبینید عموما 24 فریم بر ثانیه گرفته شده، برای اینکه یه مقدار اون حس واقع‌گرایانه رو به شما انتقال بده و اون موشن بلر، اون تاریک ناشی از حرکت رو شما ببینید تو تصویر. وقتی دستمو تکون میدم شما تو حالت واقعی هم یه مقدار تار دستانه میبینید. اما اگه فریم ریت رو بیاریم بالا، مثلا بذاریم 50 یا 60، شما وقتی فیلمو میبینید دیگه دست من تو حرکت خیلی تار نخواهد بود. خب حداقل 24 فریم پس لازمه که شما یه چیزی رو شبیه فیلم ببینی نه عکس. هر چقدر بیای پایین‌تر معلوم میشه که این تصاویر فیلم دیگه نیستن، عکسن. یه لحظه وایسا، یه پیشنهاد خوب دارم. این ویدیو رو برای 5 تا از دوستات که فکر می‌کنی به فیلمسازی علاقه‌مندن بفرست. به دردشون می‌خوره. مثلا توی سینما ابتدا شاید فیلم ها 16 فریم یا 18 فریم بوده و شما وقتی این فیلم ها رو میدیدید به سرعت واقعی احساس میکردی که این فیلم ها پرش دارن و برای همین میومدن سرعت پخش رو سریعتر میکردن که شما نبینید اینا عکسن و تندتر که پخش میشده شما احساس میکردید که اینا فیلم هن دیگه عکس نیستن، اما سرعت پخشش خب به مقدار غیر واقعی بوده. اما اگه دو برابر تعدادی که لازمه که همون 24 فریم 25 فریم بگیرید و 50 فریم یا 60 فریم شما ضبط کنید، اطلاعات تصویری بیشتری دارید. این اطلاعات بیشتر به دردتون میخوره برای وقتی که میخواید اسلو موشن کنید یا یه تصویر رو سرعتش رو کند کنید. اونجا مثلا به دردتون میخوره دیگه. میخواید فیلمای مثلا خیلی احساسی درست کنید، میخواید فیلمای ورزشی درست کنید، صحنه آهسته نشون بدید، خب اونجا تعداد فریم بالاتر به دردتون میخوره. مثلا وقتی سرعت فریم من 50ه میتونم نصفش کنم تازه بشه 25 فریم و من حالت طبیعی فیلمو اسلو موشن ببینم. اما فیلمی که 25 فریمه اسلو موشنش خیلی خوب در نمیاد و نمیتونید سرعتشو نصف کنید. پس شما وقتی فیلم سینمایی رو میبینید، مستندا رو میبینید، میبینید که 24 فریم ضبط شدن. یا مثلا یه سریال تلویزیون رو که میبینید شاید 25 فریم ضبط شده باشه. اما وقتی یه کلیپ عروسی، کلیپ افتتاحیه مراسم یا یه کلیپ ورزشی میبینید و شما تصاویری که اسلو موشن و تعداد فریم‌های زیادی توش به کار رفته می‌بینید، متوجه می‌شید که خب غالباً 50 60 فریم حداقل ضبط کرده دوربینشون دیگه. این اولین قسمت از بحثمون درباره مبانی دوربین بود که درباره فریم ریت‌ها با هم صحبت کردیم. امیدوارم استفاده کرده باشید. یادتون نره موویلا رو حمایت کنید. دمتون گرم. برید و کارهای خفن بسازید.